بعضی وقتا بعضی حرفا رو که گوش میکنم، مثلا از زبان شماری از شخصیت هایی که مشتهر بودن، آوازه‌ای داشتن، در قلمرو مبارزه، پایداری، فکر میکنم که ما دچار یه نوع سرگشتگی، دوباره سرگشتگی از سرگشتگی هویتی شدیم. انگاری داریم روی ریسمان عبور میکنیم و هر آینه ممکنه به پایین سقوط بکنه. به حرفای ابراهیم نبوی گوش کنید، همین الان پنج پرداز سرشناس ما، نظر آقای دایر جوریا بشه. ببینید هیچ تفاوتی صورت نگرفته. 51% مردم رفتن با آقای روحانی رای دادن، الان هم 51% مردم میگن که مثلا حرفای آقای روحانی خوبه یا دولتی که ایشون ادارش کنه خوبه. خب این که چیز عجیبی نیست. آقای مجید محمدی هم میگه که آقا مثلا 7% مردم ایران میگن که حکومت ایران باید از بین بره، منم 200 سال دیگه بر نمیگردم ایران. خب بله، 7% مردم هم اونجوری فکر میکنن. به هر حال توی جامعه ما گونه های مختلفی هستند که گونه های مختلفی فکر میکنن. از نظر من ببینید، افرادی که از ایران اومدن بیرون فقط شاید 5% اینها سیاسی هستند. دولت باید برای اون 95% دیگه قطعا همین الان فکرشو بکنه. یعنی برای کسی که نبه کار فتنه 88 کار داشته، دهه 60 هم که دیگه 30 سال ازش گذشته، دیگه اصلا کسی یادش نیست. یارو میگه که آقا سال 67 رو به یاد بیارید. خب سال 68 که آقای خمینی مرحوم شد کسی یادش نیست. شما اصلا یادی کسی نیار اون سالها رو، ولش کن، تموم شد. به نظر من اصلا این داستان رو به نظر من نباید بهش توجه کرد. ما جامعه‌ای داریم، یک جامعه است که این جامعه به نظر من میتونه امید داشته باشه. امید داشته باشه خوبه، تلاش میکنه. با اجازه وایس آف امریکا و آقای دهقان بیشی در برنامه افقی قسمت رو پخش کردیم. آقای دایی عزیز، این حرفا نشانه چیه؟ نشانه تشتت در میان طیف‌هایی از مخالفان یا منتقدان نظام جمهوری اسلامی؟ عرض کنم که اول از همه وقتی من این رو اولین بار دیدم، پیش خودم گفتم ابراهیم نبوی مقصر نیست. ابراهیم نبوی یه آدم واخورده میخواد برگرده ایران، که دیدم نوشته بود که من میخوام از استرالیا برگردم، خونه‌مو پس بدم برم ایران. دو ماه پیش میخواستم بهش بنویسم تو فیسبوک که آقا پول اون خونه تو من میدم، زودتر برو، هرچی بیشتر طول میکشه این حرفا رو بیشتر میزنه. ولی تقصیر ابراهیم نبوی نیست، از این آدم ها زیادن تو هر مملکتی که مجیز قدرت رو میگن، پولن تو همه کشور، همه تو کشور ما هم هست. ولی چطور میشه که یه آدم های مثل ابراهیم نبوی اینا دور پیدا میکنن؟ این مشکل که صدای آمریکا منو ممنوع کنه که چرا به روحانی توهین کردن، بعد ابراهیم نبوی که داره به مردم و کشته ده ها هزار کشته توهین میکنه، میگه ولش کن اونا که در دهه 60 کشته شدن، ده ها هزار نفر بیگناه، بهترین فرزندان، دانشجو، دکتر، مهندس، زن، معلم گرفتن کشتن بیگناه، همه رو کشتن، ولش کن. چرا؟ آقای میبودی عزیز، فرهنگ ذلت حاکم شده، مرزبندی نیست. وقتی آقای محسن مخملباف میره اسرائیل 600 نفر امضا میدن اعلامیه که چرا رفتی اسرائیل؟ چرا؟ چون رسالت به اسرائیل حساسیت دارن. ولی وقتی 200 نفر هنرمند میرن دیدن روحانی، تملق روحانی رو چند تاشون اومدن گفتن، کسی اعتراض میکنه، یعنی چی؟ یعنی مرزا به هم ریخته. وقتی مرزا به هم ریخت، وقتی که فرهنگ ذلت و آروم آروم حکومت و آدماش و طرفداراش و لابی‌های نفتی و غیره سعی کردن این فرهنگ ذلت رو حاکم بکنن، اینه که وقتی که کسی مثل ابراهیم نبوی امثالهم از این اصلاح طلبان حکومتی زیادن، اینا وقتی میان خارج بهش که اول از همه حساب پس بدن که آقا جنایتی کردی بگو، ترور کردی بگو، بگو اول چیکار کردی. این رسم همه دنیاست. نه تنها سوال نمی‌کنن، بهشون جوایز هم میدن، بورسی هم میدن،
برایشون رسانه هم درست میکنن، میشن گل سرسبد. وقتی که محافل مماشات در رأسشون لابی های نفتی و حکومت ایران با خرج میلیون ها دلار این فضای مسموم رو درست کردن، از طرف دیگه هم توی گروه های مخالف رسوبات فکری، دشمنی با آمریکا و دشمنی با اسرائیل، نمیدونم طرفداری بیهوده از جبهه، نمیدونم فلان، این حرفا هست. مجموع اینها شده فرهنگ ذلت حاکم شده که یه آخوندی بعد از 30 چند سال شده رئیس جمهور، براش قش و ضعف میرن. این فرهنگ ذلت محصولش میشه حرفای ابراهیم نبوی که ولش کن، ده ها هزار کشته که چیزی نیست، ولش کن، آقا میخواد برگرده، ولش کن. خب شاید به خاطر نیاز باشه دیگه، چون نبوی خودشه که از حامیان جنبش 88 بوده. تازه چطور میشه اون فراموش کرد مثلا ندا آقا سلطان رو که روز گذشته روز سفر او به جاودانگی بود و یادش همیشه گرامی، یادش همیشه زنده است برای همه ما، شما دختر نازنین ایران، سرزمین ما. به هر حال همین خیلی تعجب کردم، چون آقای نبوی خودش از حامیان جنبش 88 بود، در حالی که در این مصاحبه ازش به عنوان فتنه یاد میکنه. نکنه ایشون داره یه نوع چی میکنه، یه نوع بهره‌گیری از طنزه، یه نوع لودگی لفظی است، شاید نه ما درست نمیفهمیم، نباید زیاد من به جد گرفت. لودگی نمیدونم لودگی یا چی بوده رو من نمیدونم، ولی یک چیزی هست این که من فکر کنم توهین به ندا آقا سلطان و کشته شدگان 4 سال پیش و جنبش عظیم مردم ایران که بگیم اینها طرفدار، نه خیر، اینها امثال نبوی و خیلی از این کسانی که تحت نام سبز اومدن نماز جمعه در نیویورک برگزار کردن، هم چه کردن، اینها میخواستن سوار جنبش بشن که مردم به حقوق خودشون نرسن. اینا دزدان جنبش بودن، منحرف کنندگان جنبش بودن که کسی در خارج نتونه حرفی بزنه. اینها اومدن خفه کردن مردم رو، به خونه هاشون فرستادن آروم آروم، حالا خیالشون راحت شده میگن 5% بیشتر سیاسی نیستن، کشته شده آدم ولش کن. حالا اون که کشته شده اون موقع بوده، خود اصلاح طلبها تو ایران میگن آقا ما از حق خودمون مال 4 سال پیش گذشتیم، 100 خورده‌ای رو رسما کشتن و کهریزگی کردن، از حق خودمون گذشتیم. اون که مال 60 همه چی میگذرن، حکومت باشه اینا هم باشن، جناهای مختلف از همه چی میگذرن. آقای دایی واقعا شما ممنوع تصویر شدید در وایس آف امریکا؟ بله، من آخرین بار که ماه سپتامبر بود که روحانی در نیویورک بود، همون موقع دفعه اول که رفتم گفتم آقا مردم رو اینقدر نگیر، مردم لیاقتشون روحانیه، این توهین به مردمه، مثل که استخون بندازه جلو مردم بگه مردم عذر میخوام، سگن که یه استخونی مثل روحانی رو انداختی، این توهین به مردمه که بگیم حق مردم همینه که بین جلیلی و روحانی انتخاب کن. دفعه بعد که رفتم اونجا من گفتم روحانی جنس بنجله، ایده میخوان جنس بنجل رو به عنوان سمبل دموکراسی و نمیدونم چی و چی غالب بکنن و این خیانت، نباید این کارو کن. دیگه گفتم خب این دیگه زیادی توهین کرده، همون بهتر طرفداران سیاست وزارت خارجه آمریکا که کاملا مشخصه، بهتر همونها رو در سلاح آمریکا باشین، گهگاهی هم چند تا مخالف رو بیارید که یه آرایشی بدید، بتونید 70-80% اصلاح طلبانی که میارید اون رو توجیه کرده باشید، هیچ مسئله ای نیست. خب بریم روی خطوط تلفن، فقط 2-3 تلفن میتونیم جواب بدیم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای میبودی. قربان شما، بفرمایید. قربان، 2 سوال دارم از آقای حسن دایی، کوتاه عرض میکنم. سوال شماره 1، ایشون به طور بسیار عالی توضیح داد که لابی‌های نفتی هستن که عجله بیشتری دارن در نزدیکی به منابع نفتی ایران تا ایرانیا، هر دو به هر جهت. ایشون فکر نمی‌کنن که جدایی اسکاتلند که در سال بعد برای یک همه پرسشی قرار هست انجام بگیره و کم شدن نیروی مالی بریتیش پترولیوم از طریق این جدایی یکی از عوامل اصلی عجله نزدیکی انگلیس به ایران باشد. سوال دوم، آیا سرنوشت اوکراین و سوریه به هم گره نخورده؟ یعنی آیا موقعی که پوتین دست از سر اوکراین بردارد، غرب نمیتواند، یعنی با پوتین قرار نگذاشته است که اوکراین را به قول خودمون با سوریه تاخت بزنند؟ خیلی ممنون، تشکر میکنم. در مورد اوکراین واقعا آمریکایی‌ها سکوت کردن، اتحادیه اروپا باز خیلی فعاله، ولی اینجا خیلی سکوت شده. موج مخالفت علیه آقای پوتین. بله بفرمایید.
من در هیچ دو موردی که ایشون فرمودن واقعش هیچ اطلاعی ندارم. در مورد مسئله دارم، در حد میخونم و اینها، ولی بخوام نظری بدم نه. ولی سوریه با اوکراین فکر مناسبات چیست نمیدونم. منم نمیفهمم. دوره بر شما میفرمه. تازه فکر کنید جواب مثبت باشه. حالا چه درود بر شما جناب میبودی و مهمان گرامیتون. جناب میبودی، من واقعا ازتون متشکرم که امروز این مطرح کردید، این مسئله همین چیز اتمی رو، به خاطر اینکه من واقعا دیشب یه برنامه شنیدم به خودم لرزیدم، گفتم نکنه ما اشتباه میکنیم. و من واقعا به شما درود میفرستم که چقدر هوشیارانه امروز این مسئله رو مطرح کردید که بابا ما بفهمیم. همطور که من گیج میشم که تو آمریکا نشستم، همسایه بغلتون هستم، تو ایران هم همینطور ملت گیج میشن و ما باید یه جوری مردم از این گیجی در بیاریم. دوستای من میرن ایران و میان میگن به به چه چه چقدر زیباست تهران، چقدر همه چی عالی. ولی اینجا من یه چیزایی که من خودم 30 ساله نرفتم جناب میبودی، اصلا شما نمیدونید. میرن و میان چه شهرستان ها چه گل و گلاب شده، تهران از پاریس زیباتر شد. من واقعا گیج موندم. اونم مسئله اتمیش که حالا میگن قرارداد ترکمنچای بیجا بوده و همه چی گل و گلابه. پس بفرمایید مبارک باشه، بفرمایید همه بریم ایران. برحال خیلی دوست دارم جناب بهبودی کارشناسا رو دعوت کنیم اینو باز کنید بر ما. شاش حتما این کارو. خیلی تشکر میکنم. آقای دایی نظری داری؟ درود بر شما. نخیر. درود بر شما بفرمایید. الو. میرم رو خط دیگری. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما آقای میبودی گرامی، آقای حسن دایی. قربانش بفهمید. در ارتباط با این صحبت‌های آقای ابراهیم نبوی که فرمودید، من یه نظری دارم در این باره. ما به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، الو بله بله بفهمید، آیا به نظر شما آقای میبودی و آقای دایی، ما یک رسانه انگلیسی زبان در خارج کشور که زبان آزاد مردم ایران باشه و واقعیت ها رو به زبان انگلیسی در یک رسانه به گوش تمام مردم دنیا برسونه، به نظر شما خونسا نمیتونه بکنه این کارهایی که اینا دارن دولت های بیگانه میکنن با حق و حقوق ما ملت ایران؟ یک. و دوم این که ببینید آقای میبودی، توی آماری شنیدم که ما ایرانیان 1% جمعیت دنیا رو تشکیل میدیم ولی 8% منابع دنیا در کشور ما هستن. حالا اینو چجوری منابع رو به اصطلاح کشف کردن و آمار شدن نمیدونم. و فکر میکنم همون برنامه‌ای که سال 57 برای ما، برای ما مردم ایران و سرنوشت ما رو، حالا مشکلات داخلی که داشتیم و خودمون ناآگاه بودن مردم جای خودش، ولی خب به هر حال مشخصه که شرکت‌های نفتی کشورهای بیگانه قدرتمند دست داشتن در این جریانی که حکومت اسلامی رو بر ما و سرنوشت ما مسلط کردم. فکر میکنم هنوز پاشنه بر همون سیستم میچرخه و اون منابع هستن، اون دولتی که غیر ملی هست و 100% مخالف منافع ملی هست، خیلی کارایی خوبی داره برای این کسانی که طالب منابع ایران هستن و میخوان که مردم ایران رو در این شرایط خفقان نگه دارن و اون سیستم هم کنار بیان. به اجازه آیدایی سرپا گوشیم. کاملا درسته. بله این آخوندا، عرض کنم خمینی، داشتم فیلم ورود خمینی رو پریشب میدیدم، گفتم از پله‌های هواپیما که میومد با 20,000 آخوند دوربر خودش، واقعا این میدونست که داره به یک کشوری میاد. آخه بازم میگم ما به زبان میگیم اولین ذخیره گاز و سومین ذخیره نفت که مجموعش میشه اولین ذخیره انرژی طبیعی در جهان، برای 150 سال میشه تولید و صادر و استفاده کرد. آخونده اومدن ماره معنیم نمید کدوم قار ما قبل تاریخ اومدن حاکم شدن برای همچی گنج قارونی. حالا اومده رفته تو داووس، روحانی به قول رئیس شرکت دوتا پیشنهادات سکسی هم میده، میگه آقا ما داریم میخوریم، شما بیان بخورین، چرا به کار ما کار داریم، همه هم باشیم بچاپیم و بخوریم و غارت کنیم. آقای نبوی هم میگه ولش کن، حالا ایشون کشتی ولش کن دیگه. تشکر.